بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. برنامه جهانی غذا می گوید برای جلوگیری از سیل و آبیاری هزاران هکتار زمین، کانالها و دیوارهای حفاظتی در افغانستان ساخته است. این سازمان می گوید که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر بحران اقلیمی به ویژه سیل است. برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه 9 مرداد در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که با کمک جوامع محلی این تأسیسات حفاظتی را ساخته است. استفان دوجاری که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که گوترش به شدت نگران وضعیت بنگلادش است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل همچنین نسبت به گزارش‌های دستگیری گسترده هزاران جوان و مخالفان سیاسی در ارتباط با جنبش دانشجویی ابراز نگرانی کرده است. به گفته وزارت کشور بنگلادش، اعتراضات اخیر دانشجویان به اصلاح مشاغل دولتی در این کشور جنوب آسیا پیش از این دست کم 150 کشته بر جای گذاشته است. سازمان ملل از آوارگی بیش از 75 هزار نفر در یمن به دلیل تشدید درگیری‌ها میان دولت و گروه انصارالله و شرایط جوی سخت از ابتدای سال 2024 خبر داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از وبگاه عرب 48 نوشت، بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل در یمن در حساب خود از طریق پلتفرم ایکس منتشر کرده، تشدید درگیری‌ها و شرایط سخت جوی منجر به آواره شدن بیش از 75600 نفر در یمن از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل توضیح داد که مکانیزم واکنش سریع سازمان ملل در یمن به رهبری صندوق به 96% از آوارگان در 18 استان آسیب دیده کمک‌های اضطراری ارائه کرده است. سازمان ملل با انتقاد از اقدامات ارتش میانمار علیه مسلمانان این کشور اعلام کرد که این نهاد نظامی میانمار ناقض قوانین بین المللی است. در بیانیه مشترک آلیس وایریمو ندریتو و موبلیکر از مشاوران سازمان ملل آمده است که رنج ساکنان منطقه آراکان در میانمار به دلیل عمدی بودن قتل و خشونت ادامه دارد و این در حالی است که اقدامات پیشگیرانه اعلام شده توسط دادگاه بین المللی در ژانویه 2020 در این خصوص نتیجه‌ای نداشته است. در این بیانیه با اشاره به وجود 3.2 میلیون آواره در این کشور نسبت به عواقب بحران انسانی در میانمار هشدار داده و تأکید شده است که شرایط در این کشور وارد مرحله جدیدی و بسیار خطرناک شده است. به دلیل تغییراتی که با افزایش سن به ویژه پس از 40 سالگی به وجود می آید، بدن برای کاستن از التهاب با مشکل بیشتری مواجه است. یکی از بزرگترین معماهای مربوط به بیماری سرطان این است که چرا این بیماری عمدتاً افراد میانسال و مسن‌تر را هدف قرار می دهد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از نیویورک پست، در طول 5 دهه اول زندگی احتمال مرگ به دلیل تصادف از احتمال مرگ ناشی از سرطان بیشتر است، اما با ورود به 50 سالگی این احتمال ناگهان تغییر می کند، به طوری که به گفته یه دکتر جیمز دی گریگوری معاون مرکز سرطان دانشگاه کلرادو، 90% سرطان ها پس از 50 سالگی بروز می کنند. دانشمندان میگویند شرایط زیست حیوانی از 2.1 میلیارد سال پیش آغاز شده است. دانشمندان به شواهد جدیدی دست یافتند که نشان می‌دهد
حیات پیچیده ارگانیسم هایی که ساختارهای پیچیده تری از موجودات تکسلولی دارند روی زمین ممکن است 1.5 میلیارد سال زودتر از آنچه قبلا تصور می شد آغاز شده باشد. اکنون بر اساس گزارش بی بی سی، محققان دانشگاه کاردیف انگلستان ادعا می کنند نشانه های از شکل های حیات پیچیده پیدا کرده اند که 2.1 میلیارد سال پیش شروع شده است.